سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. Democrats have been scrambling to find a way to pay for this nearly $2 trillion economic package. And this morning they say they will tax the rich to cover it, proposing a new billionaire's tax. Now this would target some of the nation's wealthiest Americans. We're talking about Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, who pay little in income tax. Here's how it would work. For the first time, Americans with more than $1 billion in assets or more than $100 million in income over three consecutive years will face a new tax. بله، در هفته های گذشته طرح جامعه اقتصادی پرزیدنت بایدن مورد بحث و گفتگو و تبادل نظر در کنگره آمریکا قرار داشت. در برنامه امروز به جزئیاتی از این طرح می‌پردازیم. توجه کنید. خب، همونطور که توجه کردید، مهمان امروز برنامه من دکتر مایکل کاظمی، وکیل دعاوی و تحلیلگر سیاسی و همینطور از دوستان بسیار صمیمی این برنامه هستند. خوش آمدید دکتر کاظمی گرامی. با تشکر خانم صبای عزیز، مثل همیشه برنامه های پرکیفیت و خوشحالم که باز در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم. خواهش میکنم. دکتر کاظمی، همونطور که در هفته های گذشته شاهد بودیم، اکانومیک بیل و طرح اقتصادی پرزیدنت بایدن همچنان در کنگره آمریکا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و دموکرات ها اون اکثریتی که مایل بودند به دست بیارن به دست نیاوردن. شما سرنوشت این بسته اقتصادی پرزیدنت بایدن رو چگونه میبینید؟ همونجور که خود آقای بایدن در برنامه که چند شب پیش داشتن عنوان کردن، زمانی که تعداد سناتورها 50 نفر هستن در کنگره و در سنای آمریکا، هر یک از این سناتورها خودش رئیس جمهور است و طبیعتاً این مذاکرات یک جنبه خیلی طولانی پیدا خواهد کرد. اگر در نظر داشته باشیم، اون پیشنهاد اولیه که از طرف بخش مترقی حزب دموکرات عنوان شده بود، حدوداً 6 تریلیون دلار بوده. 3 تریلیون یا 6 تریلیون؟ اول 6 تریلیون بود، بعد این رو رسوندن به 3.5 تریلیون. الان مثل اینکه بسیار کمتر شده، تقریبا نصف شده. بله، الان رسیده حدود 1.75 1.90 و صحبتی که دارن میکنن از روی 2 احتمالاً موافقتی خواهد شد. مسئله ای که وجود داره این هست که برنامه هایی که در این به اصطلاح پیشنهاد اقتصادی از طرف آقای بایدن و حد اکثر دموکرات ها، 48 تا از دموکرات ها، منهای آقای جو منچن از ویرجینیا غربی و خانم کریستین سینما از ایالت آریزونا که مقدار دارن فشار میارن علیه این، این چه به اصطلاح برنامه‌ای رو که عنوان میکنن میشه گفت در دهه چندین دهه اخیر بی سابقه بوده و این در واقع یک حرکتی است جهت بازگشت به اون خصلت بنیادی حزب دموکرات که ما در زمان آقای FDR، در زمان آقای ترومن، تا حدی زمان آقای کندی و جانسون شاهدش بودیم. باید در نظر داشته باشیم که اون چی رو که در این چند دهه اخیر همیشه در کنگره بوده، مسئله بودجه، بیشتر تمرکز روی رشد اقتصادی بوده. رشد اقتصادی که در واقع افزایش بازدهی اقتصاد است در زمینه تولید کالاها و یا خدمات بر مبنای درآمد سرانه. اون چی رو که الان عنوان میکنن و همون چیزی که در زمان آقای FDR و ترومن هم عنوان شده بود، بیشتر تمرکز روی مسئله رفاه اقتصادی است که آیا این رشد درآمد، این رشد اقتصاد، این رشد بازدهی در چه زمینه‌هایی است؟ آیا در زمینه تولید تسلیحات ارتشی هست، اکتشاف و انکشاف معادن زیرزمینی هست و یا مسائلی که باعث در واقع رفاه اقتصاد و رفاه قشر میانه و قشر پایین اقتصادی آمریکا باشه؟
مثل اینکه بیشتر در زمینه بهبود زیرساخت‌های کلی آمریکاست، همونطور که شما فرمودید در زمینه بهداشت، آموزش و پرورش، حتی تغییرات اقلیمی و آب و هوا، ایجاد اشتغال بیشتر، مثل اینکه در مورد تقسیم عادلانه مالیات هم مسئله ساز بوده، طرحی که ایشون دادن و به بیلیونرز تکس معروف شده و از قرار معلوم سناتور سینما و سناتور جان منشن اینا اکثرا مخالفتشون بیشتر به خاطر تکسه. آیا این برداشت صحیح بوده؟ ما تا این حد زیادی صحیح هست. البته اینو دو دیدگاه متفاوت دارم. باید عنوان کنیم که دیدگاه آقای جون منشن از ویرجینیای غربی خب همیشه برای ما تا یه حد زیادی روشن بوده. ایشون جزو به اصطلاح اون جبهه و یا فراکسیون مرکزی حزب دموکرات هستن و همیشه از لحاظ بسیار محافظه کار بودن، به دلیل خصلت ایالتی که ازش میان. اصولا طبیعتا ویرجینیای غربی همیشه یک ایالت بسیار بسیار محافظه کار بوده و یکی از مراکز معادن آمریکا است، معادن در واقع زغال سنگ و فاسیل. صحبتی رو که ایشون میکنن این هست که باید بیشتر فشارشون علیه مسئله محیط زیست است و اون برنامه هایی رو که آقای بایدن دارن در رابطه با این که بتونن مسئله اقلیمی و مسائل محیط زیست رو تا یه حد زیادی پاسخگو باشن. صحبتی رو که خانم کریستین سینما از ایالت آریزونا میکنن برای ما یه مقدار گنگ است، به خاطر اینکه ایشون اون جهش هایی رو که در این چند ساله داشتن یه مقدار جای به اصطلاح علامت سوال رو پیش میاره. چه ایشون اگر مد نظرتون باشه ایشون از حزب سبز بودن و در ایالت آریزونا انتخاب شدن به عنوان یکی از نمایندگان ایالتی و بعد به حزب دموکرات رسیدن و در اون انتخابات 2018 آرای بسیاری رو از طرف قشر مترقی ایالت آریزونا اخذ کردند و در حال حاضر معلوم نیست که فشارشون ریچی است، چون اصلا صحبتی رو نکردم، اما اطلاعات زیادی رو ما از ایشون نداریم، ولی اون چیزی رو که به نظر میرسه ایشون فشارش بیشتر روی مسئله به اصطلاح سازمان‌ها و شرکت‌های داروسازی هست، چون یکی از مفادی رو که در این برنامه اقتصادی آقای بایدن عنوان کردن این هست که مدیکر بتونه به عنوان بیمه دولتی بتونه مذاکره کنه با شرکت‌های بیمه که بتونن به اصطلاح قیمت داروها رو پایین بیارن و در حال حاضر این چیزیست که خانم سینما یه مقدار علیهش حرکت میکنه. بخش های دیگری که طرح پرزیدنت بایدن در مورد آموزش و پرورش پیشنهاد کرده اون در چه مرحله هست؟ در رابطه با قوانین کار، مرخصی های با حقوق و دستمزد بالاتر، با اون چیزی رو که عنوان کردن این هست برای بچه هایی که 3 تا 4 سال هستن بهشون میگن pre-K، در واقع بتونن یک سری تسهیلات حائز بشن و براشون مهیا کنن، چون باید در نظر داشته باشیم بچه‌هایی که در 3 یا 4 سال هستن قبل از اینکه به کودکستان برن متاسفانه اگر تسهیلاتی براشون وجود نداشته باشه طبیعتاً پدر مادرها مجبورن بخشی از زمان خودشون رو، از زندگی خودشون رو در منزل باشن که بتونن از این بچه‌ها مواظبت کنن. از طرف دیگه اونطوری که به نظر میاد و اونطوری که گفته شده بیشترین رشد فکری در یک شخص بین سنهای سن 3 تا 4 تا 5 است و این یکی از برنامه‌هایی است که آقای بایدن روش تکیه داره میکنه، اینه که دولت بتونه یک سری بودجه اختصاص بده به این مراکز که بچه‌ها بتونن در این مراکز به اصطلاح حضور داشته باشن و از طرف دیگه پدر مادرها هم با که وقتشون آزاد میشه میتونن بیشتر به کار، حالا کار بیرون یا کار درون منزل باشه، برسن. این یکی از مسائلی است. مسئله دومی که آقای بایدن روی این لایحه پیشنهاد کرده مسئله به اصطلاح اختصاص بودجه برای تغذیه بچه‌هایی است که در دبستان‌های دولتی هستند، چون بسیاری از بچه‌هایی که در دبستان دولتی هستند شرکت می‌کنند و تحصیل می‌کنند از لحاظ درآمد خانواده پایین هستند، اینه که از لحاظ تغذیه
بسیار به اصطلاح میتونه براشون مثل در اون سطحی نیست که بتونن تغذیه مناسبی داشته باشن. و این یکی دیگه از مفادی است که آقای بایدن روش تکیه داره میکنه. پرزیدنت بایدن در مورد ایجاد اشتغال مثل ساختن پل‌ها، جاده‌ها و در اون مورد هم در این طرحشون پیش‌بینی کردن، همینطور در مورد ایجاد مسکن سازی برای مردم، به طور کلی تأمین اجتماعی. واقعاً آیا این بسته اقتصادی ایشون بیشتر برای بهبود کیفیت زندگی مردم آمریکا نیست در برابر برنامه‌های گذشته، ادمنستریشن‌های گذشته که بیشتر حفظ منافع سرمایه‌داران بوده؟ بحثی درش نیست. باید در نظر داشته باشیم که آقای بایدن احتمال زیاد یک دوره بیشتر رئیس جمهور نیستن به خاطر مسئله سنشون و طبیعتاً اون لگسی ایشون، اون به اصطلاح دیدگاهی که از دوران ریاست جمهوری ایشان میمونه این هست که بتونن یک طرح بسیار بسیار وسیع رو برای همونجور که عنوان کردم رفاه اجتماعی و رفاه اقتصادی پیشنهاد کنن و بتونن این طرح رو به اجرا بذارن. البته دو تا در واقع دو لایحه اقتصادی وجود داره، یکی لایحه مسئله راه و ترابری و تعمیر پل‌ها و فرودگاه و چنین هست که $1.2 trillion بهش اختصاص داده شده. در اون رابطه زیاد بحثی وجود نداره. جای دوم که 3.5 هست در حال حاضر و احتمالاً به 2 یا 1.9 خواهد رسید، بیشتر در رابطه با مسائل اقتصادی، مسئله آموزش و پرورش، مسائل پزشکی، مرخصی هایی که اشخاص احتیاج دارن زمانی که اگر مسئله پزشکی براشون پیش بیاد در اون زمینه هستن. و کلن دیدگاه آقای بایدن و 48 سناتور دموکرات در حال حاضر در کنگره این هست بتونن برنامه بسیار وسیع رو عنوان کنن، چون این که شما فقط به صرف این که روی رشد اقتصادی تکیه کنید همون جوری که در دولت‌های در ادمنستریشن‌های مختلف در گذشته بوده، حالا به دلایل متفاوت، این هست که اون قشر میانی و قشر پایین جامعه متاسفانه تأمینی براش نشده و همیشه در به دنبال شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری، شرکت‌های بزرگی که تا یه حد زیادی همونجور که مد نظرتون هست خانم سبا، این هست که این کمپانی‌ها بیشتر اون سرمایه‌ای رو که به دست میارن نه صرف تولید کار مجدد، بلکه یا اینکه سهام خودشون رو بازخرید میکنن و یا اینکه اون سهام رو یا اون منافع رو به کشورهای دیگه میفرستن برای تولید کار با حداقل دستمزد. بله، بسیاری از این سازمان‌های خیریه هم معافیت‌های تکسی میگیرن که به قولی میگفتن که هیچ سازمانی پرمنفعت‌تر از سازمان‌های غیر انتفاعی نیست. در مورد این سازمان‌ها شما چه میگویید؟ من همیشه گفتم سازمان‌های غیر انتفاعی سازمان‌های بسیار پرمنفعتی هستن، چون از یک طرف البته باید در نظر داشته باشیم سازمان‌های بسیار، شرکت‌های بسیار خوبی هم هستن که کمک می‌کنن، ولی به عنوان مثال مراکز مذهبی، کلیساها، مساجد، اینها جزء شرکت‌هایی هستند که درآمد بسیار بالا دارن، ولی به دلیل داشتن اون معافیت مالیاتی پرداخت نمی‌کنن. یک زمانی بود که عنوان می‌کردن این مراکز مذهبی به این دلیل معافیت مالیاتی دارن که در مسائل سیاسی شراکتی نخواهند داشت. البته اون هم دیدیم که در حال حاضر عملا از بین رفته و عملا این مراکز تبدیل شدن به مراکز تبلیغات سیاسی. بله. در مورد کورپوریشن ها، تکس کورپوریشن ها چه مراتبی پیش بینی شده در برنامه پیشنهادی پرزیدنت بایدن؟ اون چیزی رو که آقای طبیعتاً این بودجه رو که پیشنهاد کردن آقای بایدن باید به خود خب طبیعتاً یک بودجه خیلی بزرگی است. باید یک جور پرداخت بشه براش. و صحبتی که آقای بایدن کردن این هست با افزایش مالیات کورپرات ها و شرکت هایی که عملاً در زمان آقای ترامپ این رو یه مقدار زیادی از اون مثلا درصد مالیات رو پایین آوردن. در حال حاضر کورپوریشن ها روی 21% فقط دارن مالیات میدن، اگر مالیات بدن که اون هم به دلیل سوراخ هایی که در
قوانین مالیاتی وجود داره عملا مالیاتی نمیدن. در حال حاضر میبینیم به عنوان مثال در سال در چند سال قبل کمپانی های بزرگی مثل آمازون و مثل فیسبوک یا کمپانی های بزرگ عملا در مالیات فدرال پرداخت نکردن و صحبتی که آقای بایدنی میکنن این هست که بتونن اون مالیات رو افزایش بدن، از 21% بیارنش رو 26.5%، اولا عنوان شده 28%، ولی بعد مذاکره شد روی مسئله 26 تا 26.5%. و من فکر میکنم عملا افزایش خواهند داد، ولی اینکه درصدش چه مقدار باشه طبیعتا باید ببینیم در چند روز آینده، به خصوص از جانب خانم سینما، چون یکی دیگه از مسائلی که ایشون بسیار علیهش دارن حرکت میکنن مسئله افزایش مالیات کورپوریشن ها هست. حالا دلایل متفاوتی میتونه وجود داشته باشه، اینکه یه مقدار زیادی کورپوریشن ها در ایالت آریزونا دارن کمک میکنن به ایشون برای انتخابات بعدی که شاید بتونن ایشون رو انتخاب کنن، شاید از حزب دیگری، حالا حزب دیگر چه خواهد بود. بله، خب البته پرزیدنت بایدن تو این طرح متذکر شدن که این بسته اقتصادی ایشون و طرح جامعه اقتصادی که ارائه دادن هزینش رو برای نسل آینده نخواهند گذاشت، یعنی در همین دوره مخارج خودش رو تامین خواهد کرد، درسته؟ دقیقا همینجور است. صحبتی که دارن میکنن این هست که مخارج این بودجه پیشنهادی رو در 10 سال آینده از جانب افزایش مالیات، بستن یک سری از سوراخ‌های مالیاتی که بتونن کسانی که دارن سوء استفاده میکنن ازش، یه مقدار زیادی کسانی که کمپانی‌هاشون رو کمپانی‌های آمریکایی هستن که فعالیت‌های اقتصادی در خارج از آمریکا دارن، بتونن روی اون مسائل مالیات بذارن، بتونن کسانی که در واقع کپیتال گین هستن، کسانی که درآمد دارن و به دلیل به اصطلاح بهش میگن ویلت تکس، بتونن روی اون مالیات بذارن. اینی که عملا بتونه تا یه حد زیادی فشار بیارن روی کمپانی ها که در واقع اون بخش منصفانه سهم خودشون رو بتونن پرداخت کنن. در حال حاضر بیشترین فشار اقتصادی روی قشر میانی و قشر پایین جامعه است، کسانی که به عنوان مثال 60,000 تا 65,000 تا 70,000 دلار درآمد دارن مالیات به مراتب بیشتری پرداخت میکنه از کسانی که شاید در سال قبل 20 میلیارد دلار درآمد داشتن و این دارن سعی میکنن اون رو این بالانس بیارن. البته اون باید اون باز هم عنوان بشه که یکی از مفاد پیشنهادی آقای بایدن این است کسانی که درآمدشون در سال کمتر از 400,000 دلار باشه هیچ گونه افزایش مالیاتی نخواهند داشت و متاسفانه این مسائل هست که من فکر میکنم یکی از دلایلی که این یک مقدار زیادی ناشناخته است این که حزب دموکرات و کسانی که در کنگره آمریکا هستن نتونستن عملا این برنامه رو باز کنن، مفاد این برنامه رو به مردم شناسایی بدن که عملا در درون این برنامه چی هست، به چه صورت پرداخت خواهد شد، چه کسانی از این مسائل سود میبرن، چه کسانی باید منافعشون یه مقدار پایین تر بیارن بتونن در واقع اون سهم منصفانه خودشون رو به جامعه پرداخت کنن. یه مقدار زیادی در این زمینه کوتاهی شده و البته باید بازم در نظر داشته باشیم که نه آقای بایدن نه خانم کاملا هریس از لحاظ اون قدرت بیانشون اونقدر به قدرت آقای به عنوان مثلا آقای اوباما یا آقای کلینتون نیست و متاسفانه نتونستن عملا این رو خیلی واضح و روشن و شفاف برای جامعه روشن کنن. از جزئیات طرح اقتصادی پرزیدنت بایدن با قوانینی که ایشون برای رفاه جامعه، برای بهبودی وضعیت طبقه متوسط و پایین در نظر گرفته میشه، بسیاری از ناظران اعتقاد دارن که در صورت تصویب این برنامه و به طور کلی هدف پرزیدنت بایدن، کارهایی که در نظر داره انجام بده بسیار انقلابیه و در تاریخ آمریکا میتونه یک حرکت مهمی رو ایجاد کنه. نظر شما چیه؟ آیا واقعا پرزیدنت بایدن چنین رولی رو خواهد توانست بازی کنه؟ به نظر من اگر واقعا حزب دموکرات و کسانی که در کنگره آمریکا هستن، دموکرات هایی که در حزب
دموکرات و در کنگره هستن کمک کنن و کمک رسان باشن، بحثی درش نیست. این یک بودجه بسیار بسیار تاریخی است. همونجور که خدمتون عرض کردم، در زمان آقای FDR، در زمان آقای ترومن، در زمان آقای جانسون، در زمان آقای کندی، حتی در زمان آقای اوباما در رابطه با مسئله اوباما کیر، اینها طرحهایی بودند که در تاریخ بی سابقه بودند و عملاً توانستن یک بخشی از جامعه رو کمک رسان باشن، یا بخش زیادی. در زمان آقای FDR، در زمانی که دیپریشن وجود داشت، دیپریشن اقتصادی، ببینیم عملاً حرکتی رو که آقای FDR کردن توانست جامعه رو از لحاظ اقتصادی از اون به اصطلاح اون حد پایین و برشکسته نجات بده. صحبتی رو که آقای بایدن میکنن به نظر من در اون حد هست. حالا اینکه این بودجه در مجموع بین دو تا بودجه که عنوان شده، بین حدود مثلا 3.5 تریلیون دلار باشه، باید ببینیم به چه صورته، ولی بحثی درش نیست. اگر این مفادی رو که در این به اصطلاح لایحه و این بسته های اقتصادی پیشنهاد شده اگر به اجرا بگذارن، به نظر من جامعه آمریکا میتونه از لحاظ اقتصادی یک جهش بسیار بالایی داشته باشه، به دلیل اینکه اصولا در هر جامعه بیشترین رشد اقتصادی از جانب قشر میانی جامعه است. قشر بالا طبیعتا کسانی که درآمد زیاد دارن، همونجور که خدمتتون عرض کردم، عملا بخش مهمی، بخش زیادی و بزرگی از سرمایهشون رو در به اصطلاح در خط باز خرید سهام خودشون و دیگر مسائل عنوان میکنن. اون قشری که بیشتر مالیات پرداخت میکنه و باید قدرت خریدش در جامعه بالا بره، قشر میانه و قشر پایینی هست. چون اون پولی رو که عملا به عنوان مثال یک خانواده‌ای که 3 تا بچه دارن و درآمدشون 70,000 تا 75,000 دلار هست، این کام خانواده، اگر بتونن اون معافیت مالیاتی رو داشته باشن، طبیعتاً اون پولی رو که سیف میکنن نه صرف خرید سهام، بلکه عملاً به بازار میرزن، یه ماشین میخرن، میتونن به صلاح وسایل خانواده خودشون رو تعمیل بکنن و عملا اون باز برمیگرده به اون چرخش اقتصادی. و این حرکتی است که میتونه اقتصاد رو رونق بده و نه کسانی که در سطح بالا سهامدار هستن یا بانکدار هستن. بسیار سپاسگزارم دکتر کاظمی گرامی، مثل همیشه بسیار آگاهی دهنده و مستدل. سپاسگزارم از وقتی که به این برنامه دادید. با تشکر از شما و بدون. بله، متاسفانه به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که از گفتگوی این هفته استفاده کرده باشید. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همچنین کلیه همکارانم در این سو و آن سو. تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.